تصویری ماهواره ای از اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا ناسا از توده ای از گاز متان به طول نزدیک به 5 کیلومتر در جنوب تهران خبر میده که در هر ساعت حدود 8500 کیلومتر متان به هوا میفرسته. ناسا میگه این ابر غول‌آسا مربوط به یکی از مکانهای دفع زباله کلان شهر تهرانه. انتشار گاز متان یکی از پیامدهای جانبی دفع زباله‌های شهری به شیوه سنتیه. سلام، خوش اومدین به کانال مدیا 369. امروز با ما همراه باشین تا توی این ویدیو ببینیم ماجرای ابر بزرگ متان بر فراز آسمان ایران چیه؟ دانشمندان ناسا با استفاده از ابزاری که برای مطالعه چگونگی تأثیر گرد و غبار بر آب و هوا طراحی شده، بیش از 50 نقطه داغ منتشر کننده متان رو در سراسر جهان شناسایی کردن که میتونه به مبارزه با گازهای گلخانه‌ای قوی کمک کنه. ناسا اعلام کرد که تحقیقات منبع گرد و غبار معدنی سطح زمین موسوم به امیت، بیش از 50 ابر ساطع کننده متان رو در آسیای مرکزی، خاورمیانه و جنوب غربی ایالات متحده از زمان نصب اون در ماه جولای در ایستگاه فضایی بین المللی شناسایی کرده. نقاط داغ متان که به تازگی اندازه‌گیری شدن، برخی از اونها قبلاً شناخته شده و برخی دیگه تازه کشف شدن که شامل تأسیسات گسترده نفت و گاز و سایت‌های بزرگ دفن زبال است. متان عامل تقریباً 30% افزایش دمای جهانی تا به امروزه. بیل نلسون، مدیر ناسا، در بیانیه‌ای اعلام کرده که کاهش انتشار متان کلیدی برای محدود کردن گرمایش جهانیه. این ابزار که هر 90 دقیقه دور زمین از روی ایستگاه فضایی با ارتفاع حدود 400 کیلومتر به دور زمین میچرخه، میتونه بخش‌های وسیعی از سیاره رو به وسعت 10 کیلومتر اسکن کنه و در عین حال بر مناطقی به کوچکی یک زمین فوتبال تمرکز کنه. این ابزار که طیف سنج تصویربرداری نامیده میشه، اساساً برای شناسایی ترکیب معدنی غباری دمیده شده به جو زمین از بیابانها و سایر مناطق خشک ساخته شده، اما ثابت کرده که در تشخیص انتشار گازهای متان هم مهارت داره. لطفاً ویدیو رو لایک و کانالمون رو دنبال کنید و با روشن کردن دکمه زنگوله از جدیدترین ویدیوهامون با خبر بشید. حسین حیدریان، مدیر مجتمع آرادکوه و معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با اشاره به اینکه در گزارش ناسا نوشته شده بود که در جنوب تهران چنین ابری تشکیل شده و کاملا مشخص نیست که این ابر دقیقاً بالای آرادکوه باشه، گفته در جنوب تهران مراکز تولید گازهای گلخانه‌ای زیادی از جمله دامداری‌ها و مناطقی که پساب رها شده به باتلاق تبدیل میشه وجود داره. با این وجود منبع اصلی تولید گاز متان پسماندهای آلی هستند که اگر دفن بشن و در شرایط بی‌هوازی قرار بگیرن گاز متان تولید میکنن. با این وجود در آرادکوه مواد آلی طی فرایند هوازی به کمپوست تبدیل میشن، یعنی کربن به جای متان به دیوکسید کربن تبدیل میشه. بنابراین مدیریت اصلی در آرادکوه در راستای جلوگیری از تولید گاز متان انجام شده.
اون همچنین اشاره کرده که در مرکز آرادکوه 60 ساله که زباله‌ها پردازش و دفن میشن و اگر به ایجاد ابر متان بود در این مدت هم باید این ابر دیده میشد. در گذشته ما در آرادکوه دفن مطلق داشتیم، اما از دهه 80 میزان دفن مطلق کاهش داشته و در حال حاضر بیشتر زباله هایی که به آرادکوه میرسن پردازش میشه. همچنین بخش عالی زباله ها رو به صورت هوازی تبدیل به CO2 میکنیم و تولید متان به اندازه ای نیست که ابری ایجاد کنه. اگه متان به تراکم 15% برسه منفجر میشه. به همین دلیل تراکم این گاز همیشه زیر 5% که ابری در این میزان تراکم ایجاد نمیشه. اون با اشاره به طول 5 کیلومتری ابر دیده شده هم میگه که توجه به این که در منطقه جنوب تهران شاهد جریانات هوایی افقی و عمودی هستیم و وزش باد شدید، غلظت گاز نداریم و پراکنده میشن. حیدریان معتقده که چون اطلاعات ناسا بر اساس تصاویر ماهواره‌ایه، ممکنه ابر مشاهده شده ابر متان نباشه که این موضوع باید بررسی بشه. اما قطعاً مربوط به مجموعه آرادکوه نیست و فعالیت‌های این مجموعه چنین ابری رو ایجاد نکرده. متان یکی از گازهای اصلی پدیده گلخانه‌ای و گرمایش زمین محسوب میشه. سازمان ملل متحد پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که کاهش گاز متان حاصل از فعالیت‌های انسانی میتونه خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی رو کاهش بده. ناسا تاکنون 50 نقطه رو به عنوان منشأ انتشار گاز متان در جهان شناسایی کرده که جنوب تهران یکی از این نقاطه. نظر شما در مورد صحت این خبر و وجود این ابر متان چیست؟ به نظر شما بهترین روش‌ها برای جلوگیری از تولید گاز متان و جلوگیری از تولید گازهای گلخانه‌ای چیه؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.